طرز تهیه کرم کارامل. کرم کارامل در اواخر دهه 1900 در رستوران‌های اروپایی رواج یافت. در حالی که بسیاری معتقدند کرم کارامل یک دسر فرانسوی است، کشور مبدأ آن مورد بحثه و اسپانیا و انگلیس هم خود را از بدعت‌گذاران این دسر می‌دانند. قابل توجه این که این دسر با کرم بروله چند تفاوت اصلی داره. طرز تهیه این دسر خوشمزه رو تقدیم میکنم به خانم مرسی عزیز. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. برای تهیه کارامل مقدار 360 گرم یا 1.2 پیمانه اندازه گیری شکر رو درون ظرف لبه دار و دسته‌داری می‌ریزیم. سپس مقدار 60 میلی لیتر یا 1.2 پیمانه اندازه گیری آب رو بهش اضافه می‌کنیم. بدون اینکه شکر و آب رو هم بزنیم، اجازه می‌دیم تا شکر روی شعله متوسط درون آب حل بشه و به رنگ قهوه‌ای طلایی درآد. کارامل ما آماده است. سپس لایه نازک از سس کارامل رو درون رامیکن ها یا هر ظرفی که داشته باشیم میریزیم و سعی میکنیم که کاملا کف ظروف رو بپوشونه. کارامل سریعا سرد میشه، خودش رو میگیره و سفت میشه و از ظروف جدا نمیشه. طرز تهیه کرم یا کاستارد. به مقدار 360 میلی لیتر یا 3 پیمانه اندازه گیری شیر سرد نیاز داریم. 4 عدد تخم مرغ کامل و 2 عدد زرده تخم مرغ و 90 گرم شکر قهوه‌ای یا به جاش 100 گرم شکر سفید و 1 قاشق سوپخوری وانیل رو درون کاسه می‌ریزیم و با هم زم می‌زنیم تا تمام مواد با هم حل بشن. علت استفاده من از شکر قهوه‌ای این است که کمی به کرم رطوبت بیشتری نسبت به شکر سفید میده و همچنین طعمی متفاوت تر. شیر سرد رو به مواد اضافه می‌کنیم و حدوداً 20 ثانیه با همزن هم می‌زنیم. برای داشتن کاستاردی با بافتی فوق‌العاده بهتر از شیر سرد استفاده کنیم، چون کمک می‌کنه تا مرحله پخت به آرامی و به تدریج صورت بگیره و وسط کاستارد در پایان پخت درون ظرف گود نشه. حالا محلول هم زده شده رو از صافیه ریز رد می کنیم تا یک محلول یک دست داشته باشیم. برای انتقال محلول کاستارد به رامیکن ها بهتر از ظرف لبه دار استفاده کنیم تا مرحله انتقال راحت تر و تمیز تر انجام بگیره. بعد محلول کاستارد رو به طور مساوی درون رامیکن ها تا زیر لبه بالای ظرف می ریزیم، یعنی نیم سانتی متر پایین تر از لبه اصلی ظرف. مرحله انتقال باید به آرامی انجام بشه تا حبابی روی سطح کاستارد شکل نگیره. من از یک پیرکس مستطیل با عمق تقریبا 7 سانت استفاده کردم. رامیکن ها رو درون پیرکس میچینیم، سپس 2/3 عمق پیرکس رو با آب جوش پر میکنیم. به این تکنیک واتر باث یا حمام آب میگن. این کار باعث میشه که حرارت هنگام پخت تعدیل بشه و کرم به طور یک نواخت بپزه. پیرکس رو درون فری که از قبل روی 160 درجه سانتیگراد یا 325 درجه فارنهایت گرم کردیم منتقل می‌کنیم. زمان پخت 40 دقیقه در نظر گرفته شده. و
بعد از 40 دقیقه پیرکس رو از فر بیرون میاریم و میذاریم رامیکن ها تا 30 دقیقه درون همون آب باقی بمونن تا کمی خنک بشن. به هیچ عنوان کارامل های داغ رو بلافاصله به یخچال منتقل نمی کنیم. سپس رامیکن ها رو به مدت 4-5 ساعت درون یخچال میذاریم تا کاملا خنک بشن. بعد از این مدت کرم کارامل های سرد شده رو از یخچال بیرون میاریم و اگر مایل بودیم شروع به تزیین آنها میکنیم. دیزاین کرم کارامل: 100 گرم شکر رو با 1 قاشق سوپخوری آب و 1 قاشق سوپخوری شیره ذرت به جوش میاریم. میذاریم تا طلایی بشن. شیره ذرت به ما کمک میکنه تا شکر مایع باقی بمونه و بتونیم طرح‌ها و تزئیناتمون رو بدون دردسر کشیده و منسجم در بیاریم. لطفاً متوجه خطر داغی محلول شکر باشید. متاسفانه اگر قطره‌ای از این محلول داغ بر روی پوست بدن بریزه، سوختگی بسیار عمیق و دردناک به دنبال خواهد داشت. پس بهتره از ظروفی دسته‌دار برای ریختن شیره شکر استفاده کنیم. محلول شکر بلافاصله سرد میشه و به راحتی میتونیم از کاغذ روغنی جداشون کنیم و کرم کارامل رو به زیبایی تزیین کنیم. با یک کارد دور کرم کارامل ها رو از ظرف آزاد می کنیم و کرم کارامل رو درون یک بشقاب برمی گردونیم و سرو می کنیم. مرحله پایانی کار تزیین روی کرم کارامل هاست. امیدوارم این رسیپی رو دوست داشتید. کرم کارامل رو درست کنید و در کنار خانواده و دوستان از خوردنش لذت ببرید. تا ویدیوی بعد، روز و روزگار خوشی براتون آرزو میکنم. ویدیوی آینده رو تقدیم می‌کنم به مریم خانم عزیز با تهیه 4 لوز.